بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز خوب آریانا، هموطنان عزیز، سلام و بعد از ظهرتون بخیر. انشالله صحت سلامت باشین. بیننده بازی دو تیم فوتبال عدالت فراه و تیم سرخپوشان خافی هستیم. قاهر و رضایی آمدن در مقابل هم به عنوان کاپیتان های دو تیم قرار گرفتن. قضاوت این دیدار به عهده اشرف حسین‌زاده هست. سعید ننگیالی سادات و پادشاه عابد به عنوان داوران کنار و همچنان جاوید عزیزی به عنوان داور چهارم. بریم به سمت ترکیب تیم ها که ببینیم چه بازیکنان در ترکیب تیم ها امروز استفاده میشن. ترکیب تیم فوتبال عدالت فراه نمیبینی که با هدایت رسول احمدی به میدان آمده. نعیم بارکزای، قاسم شریفی، امید نصرتی، سجاد علی خلیلی، مرتضی رضایی، محمد مقدم، سمیع الله نادری، زکریا حسینی، عبدالعلی واحدی و همچنان عبدالشکور کوکر و فرهاد کریمی در ترکیب تیم فوتبال عدالت فراه هستند. تیمی که همین لحظه در تصویر مشاهده میکنید، کاپیتانشان هم آمد و صحبت‌های خود را می‌داشته باشد. تیمی که امروز نیاز به پیروزی دارد. در سمت دیگر تیم فوتبال سرخپوشان خافی با هدایت یوسف مهندس‌زاده 4-3-3 بازی میکنه. حمید امیری، معروف محمدی، عبدالقاهر قاضی‌زاده، عبدالباعث محمدی، خلیل تاجک، حامد امیری، فرزاد تاجک، فرهاد علیزاده، امید رجبی، علیرضا رحیمی و حبیب الله هوتک بازیکنان هستند که در ترکیب امروز تیم فوتبال سرخپوشان خافی بازی میکنند. هر دو تیم با لباس‌های اول خود بازی خواهند کرد. هر دو تیم دارای سبک و سیاق مشخص هستند، دارای سبک واضح و ببینید که در بازی امروز چه تفاوت‌های رقم خواهد خورد، چه نتیجه‌ای به دست خواهد آمد. بازی جذاب بارمند استم در پیش داریم و حبیب الله هوتک آمده برای ارسال. بازیکن که امروز برای تیم فوتبال سرخپوشان خافی هم دوباره به ترکیب برگشته، بازیکن بازیساز این تیم شماره 6 علیرضا رحیمی است که در حال دعا خواندن هست و آماده شده برای بازی. و حبیب الله هوتک هم که در کنار خط منتظر ویسال اشرف حسین‌زاده هستیم که بازی رسما آغاز خواهد کرد. منتظر ویسال شروع مسابقه هستیم. اشرف حسین‌زاده و منتظر زمان موعد هستند که از طرف مچ کمیشنر مسابقه آقای الیاس منوچهر تایید خواهد شد. اجازه پیدا میکنه داور تا مسابقه را رسما شروع بکنه. بازی بین عدالت فراه و سرخپوشان خافی، بازی جذاب و تماشایی که امروز دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشین، از دیدن مسابقه کیف کنین و همچنان ما را همچنان همراهی بکنین، نظرات پیشنهاداتتون با ما شریک بکنین. خیلی بچه‌ها، خیلی کاسب جالب اینجاست که اکثر بازیکنان تیم ها که هستن با همدیگر در ترکیب تیم های البته در رده سنی مختلف زیر نظر مهندس‌زاده بازی کردن و همچنان رسول احمدی با اونا بوده. حالا در ترکیب تیم سرخپوشان خافی اما عملکرد ستاره های تیم فوتبال عدالت سرخپوشان خوب تر بوده. این فرصت هست و چی شده وضعیت بازیکنان تیم فوتبال سرخپوشان خافی؟ به یکدیگر نمیتونن که توپ را برسانن. همون گونه که مهندس ساده گفت پرس و پرس و پرس و پرس که زده پرس تیم ها را شاهد خواهد بودیم. حرکت رو به پیش و توپه میگیره محمد مقدم، جذاب شد از همین لحظه. شروع کار دیدنی هست از سمت چپ میدان. صاحب توپ هست عبدالعلی واحدی، رفته به کناره ها مقابل خود داره حریف را. عبدالباعث محمدی که رفته بود در مقابلش قرار گرفته بود. از سمت راست میدان حرکت رو به پیش، فرزاد صاحب توپ هست، بلند میفرسته توپ رو در جایی که در آفساید حضور داشت. اما حبیب الله هوتک عصبانی است که چرا توپ رو برای او نفرستاده که او در آفساید نبود. پرتاب اوت برای ستاره های عدالت فراه، ذکر حسینی صاحب توپ، بازیکنی که با نظر رسول احمدی بیشتر آمده در خط آفک بازی میکنه. حبیب الله هوتک کنترل میکنه توپ را از دست داد، در تلاش توپ گیری دوباره از خودش. یاران به جناح راست، چه اشتباهاتی که
ستاره های تیم فوتبال سرخپوشان خافی انجام میتونن. معروف محمدی موفق تر یک کوه استاده شده، اجازه نداد که بازیکنان حریف و پیش برن. آفساید، بله حرکت حبیبالله هوتک آفساید گرفته شد، و هم بعد از عبور از خط وسط میدان. همین چهره شکر خالد شکر از همین قسمت رضایی میفرسته توپ را مستقیم به سمت گلکیپر و گلکیپر که توپ را جمع کرد. جناح چپ میدان باز خلیل تاجک برای علیرضا در تلاش گرفتن توپ، ولی موفق تر رضا زکریا حسینی بود. میانه میدان جناح چپ موفق تر نادری هست، حرکت رو به پیش او توپ را از دست داد. عبدالعلی واحدی هم به جمع اضافه میشه. کنترل سینه از سوی معروف محمدی، فرستاد برای همتیمی خود، حالا در جناح راست حرکت رو به پیش بازیکن تیم فوتبال سرخپوشان خافی. از جناح راست فرهاد هم اضافه شده، لانگ میکنه روی دروازه و امید رجبی با دنبال کنترل توپ، نمیتونه که توپ را کنترل کنه چرا که از او فاصله داشت و رفت به اوت. پرتاب اوتی که انجام میشه بلند برای عبدالعلی واحدی، یک چرخش خوب و توپ را البته بعد جای فرستاد. وایس محمدی توپ را میرسانه به گلکیپر قاهر. بالا بالا فرست کنم اونجا قائس برو سمه خوب سمه شکر ارسال در موقعیتی که حبیب الله هوتک رو به پیش حرکت میکنه. تنهایی حبیب الله هوتک ضربه ای که میزنه و دروازه‌بان نمیتونه بگیره در مرحله اول. اگر امید رجبی در نزدیک بود میتونست از این فرصت به خوبی استفاده کنه. پرتاب عهد برای عدالت فرا امید رجبی فرستاده در موقعیتی که فرهاد علیزاده به دنبال گرفتن توپ هست، اما موفق تر در این مرحله سجاد علی خلیلی بود که توپ را برگشت داد. در میانه میدان تو میرسه به سمت راست و رفت به بیرون و پرتاب اوت برای یاران عدالت. یوسف مهندس زاده سرمربی تیم فوتبال سرخپوشان خافی رو می‌بینیم. مرد پر افتخار فوتبال هرات به عنوان سرمربی. باز هم پرتاب اوت دیگر برای عدالت فرا. این هم رسول احمدی است سرمربی تیم فوتبال عدالت. همون گونه صحبت‌هایی که داشت با بازیکنانش هم صحبت می‌کنه. کنترل توپ
تو به دستشم برخورد کرد ولی نه، چون در حالت متعادل تو غیر متعادل تو با او رسید. این حرکت برای امید رجبی، بازیکن شوت‌زن و توانمند هست، اما توپ را از او به بیرون میزنه. قاسم شریفی تو میرسه به عبدالعلی، خطا گرفته میشه، خطای معروف. شکر شکر خط چیکو نفر به نفر. ضربه آزاد را زکریا حسینی خواهد زد. این گونه میفرسته برای سمی اولا نادری. حالا در موقعیتی که تلاش بازیکنان به دور کردن، بازیکنان تیم فوتبال سرخپوشان فشار خیلی زیاد را متقبل شدن در بازی امروز. چشم به زده حملات دختن تا کنترل بازی. حبیب‌الله هوتک نرسید. حبیب‌الله هوتک و امید رجبی، ماشین گلزنی تیم فوتبال با ماشین های گلزنی تیم فوتبال سرخپوشان بودند. فرهاد معترض بود به داور کنار. خطای قاهر گرفته میشه. محمد بیا اینجا باش، بیا اینجا، بیا برو. همون گونه سرمربی تیم فوتبال سرخپوشان گفت امروز امید رجبی با مصدومیت بازی میکنه، ما دکتر اجازه داده برش تا بازی کنه. فرصت هست برای فراهی ها مقدم یک کارنر را میگیره. فرصت برای یاران عدالت فرا و دنبال بازگشت توپ هست، بازگرداندن توپ عبدالشکر کاکر. فرهاد کریمی هرم فرهاد علیزاده بلند میکنه توپ را برای حبیب الله هوتک. هوتک به دنبال رسیدن به تو و مانع مسیر رفتن حبیب الله هوتک شد. امید نصرتی این لحظه برخورد معروف محمدی بود. اینم لحظه یک فرهاد کریمی پای قاهر با برخورد کرد. فرصت و گل، گل برای سرخپوشان حبیب الله هوتک. فرصتی که ایجاد میکنه و نتیجه را میسازه 1-0. میایم از سمت کادر فنی تیم تا خوشحالی خود را با کادر فنی جشن بگیره. شماره 19 در دقیقه 12 بالاخره گل میزنه. خوشحالی که در برابر کمره هم انجام داد. شماره 19 حبیب الله هوتک، گفتم ماشین گلزنی تیم فوتبال سرپوشان خافی است، عملکرد خوبی داشت. برو
شروع میشه بازی عدید از این لحظه گل بود که به ثمر رسید. برگردیم به جریان رقابت، فرصت برای تیم عدالت فرا. رضایی حالا باز هم حبیب الله هوتک گل اول این دیدار از زدن تا اینجای کار. رسول احمدی رو میبینی که آمده مجبور شد کنار خط قرار بگیره. در ترکیب تیم فوتبال سرخپوشان تا اینجای کار حبیب الله هوتک، این ششمین گلش بود که به ثمر رسید در این فصل از رقابت ها، چرا که پیش از این توانسته بود 5 گل بزنه. این بازیکن در بازی سوم تیمش که برابر میوند بود یک گل زد، در بازی ششم تیمش که 4-1 سرسبز یاشله را بردن 2 گل زد، در بازی هفتم و هشتم که برابر عینوم اینا بود گل پیروز بخش تیم خود زد و در برابر مروج ساحل هم 1 گل به ثمر رساند. کارت زرد به کمک مربی تیم فوتبال عدالت فراه نشان دادمش، هنوز هم محترس هست. این لحظه را خطایی که گرفته شده بود، ضربه سر علی رضا، فرصت برای عدالت فراه، ولی توپ که جمع میشه. حالا امید رجبی، حرکت امید رجبی، توپ را از دست داد ولی با سینه توپ را حرکت میده با تمام توان، یک گردش، حالا پاس داده در موقعیتی که نرسید، راه قطع شد. علی رضا صاحب توپ هست، میبره توپ را در اختیار همتیمی خود قرار میده، حمید حامد امیری. فرصت هست برای بازیکنان تیم سرخپوشان ولی برگشت. سمیع الله نادری میخواد یک زده حمله بزنه، این کارو میکنه، موفق ترم هست، هنوز تو به بیرون نرفته و پیش شر می نزدیک به دروازه حریف. عبدالله بایس محمدی و خطایی که انجام میده روی عبدالله بایس محمدی، اما تا اینجای کار نتیجه 1-0 است به سود تیم سرخپوشان. سمیع الله نادری خوب پرقدرت حرکت کرده بود. بازیکنان حرف سرمربیشان را شنیدن و اعلام کردن که سرمربیشان گفت که باید تا دقیقه 20 اگر ما هر چه زودتر به گل برسیم میتونیم که تغییر در نتیجه بیشتر ایجاد کنیم، ولی این عدالت فرا عدالت غیر قابل پیش بینی هست. قاهر بلند میکنه توپ را به جای میفرسته که اصلا کسی نیست استفاده کنه از این موقعیت، بازخواهی هم میکنه. ضربه سر برای امید رجبی، امید خودش پیش میره، امید و کورنر. فرهاد علیزاده ارسال را انجام خواهد داد. دروازه باز است،
ببینید از کورنر چگونه استفاده میکنن. زمینی برای بایس محمدی، فرهاد علیزاده پیش آمده، این ضربه ای که میزنه و باز هم کورنر. خطا بر پیش از ارسال اشاره میکنه که باید قاسم شریفی باید با آرامش کار را دنبال کنه. به همچنان صحبتی که با حامد امیری داشت ارسال انجام خواهد شد. این فرصت و ضربه سر در این سمت تو برمیگرده و اوت میره. حالا بلند فرصت هست برای یاران حبیب لاهوتک، امید رجبی. امید توپ را برده در جناح و حالا توپی که دور شد، امید رجبی موفق تر هست و توپ را میگیره از عبدالعلی واحدی. یک بازیکن دیگر هم عبور کرد، میفرسه و جای فرستاد که البته توپ رفت به ضربه دروازه بدل شد. امید رجبی جای خود را تعویض کرد، رفت سمت راست و فرهاد علیزاده شماره 7 آمده سمت چپ، جناح چپ بازی خواهد کرد در خط بنگر. نه خطایی نبود، روی اشتباه قاهر میتونست این لحظه اتفاق تلخی باشه برای تیم فوتباله. سرپوشان خافی ببینین این حرکتی که انجام شد، بد برخورد کرد. به جای ممنوع ضربه زده شد که حالا بایس محمدی برمیگرده به جای خود و کار ادامه خواهد داد. در خط دفاع توپ میرسه به بازیکنان تیم فوتبال عدالت فرا. رضایی کاپیتان تیم فوتبال عدالت فرا، در این سمت عبدالعلی واحدی صاحب توپ هست، سمت چپ هم بازیکن داره، سمت راست هم کوتاه کار میکنه با محمد مقدم، در مقابل او خلیل هست، تلاش خلیل برای توپ گیری، فرزاد هم اضافه میشه. جای فرستاده توپ را که موقعیت عالی است ولی توپ کمه سرعتش بیشتر بود. تیم فوتبال عدالت فرا 4 بازی را تانسته بدون شکست سپری بکنه، در حالی 4 بازی قبلی خود را 4 بازی اول خود را شکست خورده بود، برابر میوند، برابر البته یک بازی را مساوی کرده، 3 بازی را تا کنون شکست خورده در فصل، 4 بازی را که برابر جوانان واحدی 1-1 مساوی کرده بود، اما و میوند، استقلال کابل، سرسبز یاشلر و اینو مینه باخته بود. در ادامه موج ساحل را که خلاف انتظار بود 3-0 برد، بعد از او هم توانست با ابو مسلم 0-0 مساوی کنه، برابر خدیو هم که 6-2 کسب برتری کرد. نتیجه بزرگی که برای تیم فوتبال عدالت فرا انگیزه مضاعف داد تا به این بازی برسه، ولی حالا یک گل دریافت کرده در بازی فعلی. در 3 بازی اخیر خود 2 گل خورده بود تیم فوتبال عدالت فرا.
با اسم محمدی پرتاب اوت را انجام خواهد داد. کورنر گرفته شده، درست به جا گرفته شد کورنر. علی رضا رحیمی با پای چپ خواهد فرستاد کورنر را. ناقیت رضای توپ را دور کرد اما از راه میرسه ضربه ای که زده شد. خلیل نتونست که دروازه را باز بکنه اما کورنر دوباره تکرار خواهد شد. این موقعیت توپ را در این سمت رسید و فرهاد توپ میگیرن بازیکنان تیم فوتبال عدالت فرا. آویسل داور به نفع عدالت. ببینین کورنر کرسال شد، توپ را رضایی دور کرد، معروف محمدی کنترل کرد و این گونه ضربه ای که از سوی خلیل زده شد اما بد زد. بچه ها بیا او بگی، بیا بیا او بگی، بیا بیا او بگی سلاک و کپدارو بیا بیا محمد زود بیا دیگه، زود بیا یکمه ای فرا بیا 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 سلاک مستان دیگه عبدالعلی دیری نبرایم خلا عبور نبرایم یه رس عبدالعلی فرا امید گومی، امید گومی ما چه دلتا اویلو؟ ما دلتا چه بودشتا چی گفت اکی آقا داور؟ داور چهارم؟ چی گفت؟ سرمربی تیم فوتبال سرپوشان خافی با بازیکنان خود صحبت میکنه. دکتر معراج هم به وضعیت سمیع‌الله نادری رسیدگی میکنه. سمیع‌الله نادری دوباره برمیخزه و کار را ببینه ادامه داده خواهد دانست یا نه. باید بازیکنان برگردن صحبت های رسول احمدی تا بازیکن آماده میشه. کار دوباره ادامه پیدا خواهد کرد. این فرصتی که رفت کنار دروازه از کنار راست باعث رو به پیش حرکت میکنه. امید رجبی صاحب توپ هست، باعث رفته پیشتر. امید میفرسته توپ را برای فرزاد با سمت راست زمینی اشتباه فرستاد.
میتونست که بلند کنه توپ را. حبیب الله هوتک بعد از این گلی که زد یکم از آتش مانده. توپ در اختیار گلکیپر قرار میگیره. دخالت حامد سبب میشه تو به اوت بدن شما به نفع تیم فوتبال عدالت فراه. این پرتاب بلند حبیب الله هوتک اشتباه میکنه تو به اوت بدل شد. کنترل تو به سوی معروف اما ضربه ای که زد رفت به حریف رسید تو. حالا جناح راست علی رضا اشاره میکنه که باید امید رجبی پیشتر برن. علی رضا خودش چند گام پیشتر ولی مجبور میشه برگرده عقب‌تر با باعث محمدی. تو رو واگذار میکنه به همتیمی خود حامد. حرکت رو به پیش حامد. ذکر حسین نمیتونه تو رو بگیره. حالا مقدم در داش توپ گیری از فرهاد بود. حالا بازی اومده در میدان تیم فوتبال عدالت فراه و این میتونه برای عدالت فراه خطرناک تمام شود. برای تیم فوتبال عدالت فراه امروز نوید حضرتی محروم هست اما تیم فوتبال سرخپوشان تمام بازیکنان خود را در اختیار داره. لو بازیکنانی که خود سرمربی استراحت داده باشند. عبدالله هوتک نمیتونه کتاب را بگیره. خطا گرفتمش خطای فرهاد علیزاده. تایم آبگیری بازیکنان یا هم کولد بریک تا آب بگیرن. سرمربی از فرصت استفاده خواهد کرد با بازیکنان صحبت خواهد کرد. برای باعث محمدی کارت زرد نشان داده میشه اما دلیلش ما نفهمیدیم که چرا عبدالرئیس محمدی کارت زرد گرفت. یوسف زایی هم اشاره میکنه که باید با آرامش کارا دنبال بکنه بازیکنان. رضایی کارا شروع خواهد کرد. ای
فراد اول تو فراد برو زمین برو امید امید برو امید برو امید برو امید برو امید برو امید نه یا پشت سر امید آفری باز ببین محمد ببین محمد ببین برو تا آخر امید نزدیکتر امید گلکیپر بازم گلکیپر میدان دوباره شروع میکنه نعیم بارکزای خطا به نفع تیم عدالت فرا و از دکتر میخواید داور که باید بیاید با وضعیت بازیکن رسیدگی کنه خطایی که روی عبدالشکور کاکر انجام شد دوباره برمیخیزه بازیکن تیم فوتبال عدالت فرا جمشید بگن نه نقطه پنالتی جمشید این فرصت برای تیم عدالت فرا و تو بگرفت به بیرون آبی های فرا نتانستن استفاده کنه از فرصتشان 35 دقیقه از بازی رو سپری کردیم همچنان نتیجه 1-0 به سود تیم فوتبال سرخپوشان خافی با گلی که از سوی حبیب الله هوتک به ثمر رسید در دقیقه 12 مسابقه عبور حرکت و خطا دست به جیب میشه داور برای رضایی کارت زرد نشان میده خطایی که انجام داد بازیکن کشید مانع حرکت شد و نمیتونست بسیار خطرناک باشن جان فدایی کرد مرتضی رضایی این اشتباهی که انجام شد از سوی قاسم شریفی و اینگونه بازیکن را کشید مرتضی رضایی و به همین دلیل کارت زرد گرفت هنوز هم داور صحبت داره با مرتضی رضایی این فرصت هست با کجا زد فرهاد علیزاده شکر آماده خطایی که انجام شد و بازی متوقف شد باید دکتر با وضعیت بازیکن رسیدگی کنه باید زودتر برن با وضعیت بازیکن رسیدگی کنن نمیدونم چرا نباید بازیکن شور بخوره فکرم دستش هست تیمیسی هم میره تا بازیکن رو به بیرون منتقل کنن شانه او آسیب دیده شانه راست بازیکن هست Gracias.
خطرناک شد برای سرخپوشان کارشان و این لحظه برخورد مستقیم شانه راست خود را گرفت بازیکن و به همین دلیل حالا به بیرون منتقل میشه. حامد امیری بود. وضعیت شماره 8 رسیدگی خواهد شد. حامد امیری در کنار میدان هست و حالا بازیکن دیگر آماده میشه برای حضور. احتمال آمدن امید سروری هست به بازی. فرصت برای عدالت فرا میخواد از 10 نفر شدن حریف استفاده کنه. کنترل حبیب الله هوتک خوب نبود. توپ را میبره خودش به تنهایی، کسی دیگر نیست. استفاده کنم خطا که نیست. باید بازی برگرده. حبیب الله هوتک روی زمین هست. برمیخزه. جنگندگی حبیب الله هوتک قابل توجه هست در بازی ها. علی رضا پاس میده برای فرزاد. پرس بازیکنان تیم فوتبال عدالت فرا دیدنی هست در این لحظات. محمد مقدم به دنبال توپگیری ولی باعث رسیده از راه، باعث موفق تر توپ را گرفت، رساند به امید رجبی. امید در سمت راست لانگ میکنه روی دروازه. فرهاد علیزاده به دنبال توپ ولی توپ بلند بود. فکر میکنم چنجز باید شود. چنج ها باید بازی کن. در گوشه از میدان ستاره که افتاده حامد امیریس و زد حمله برای تیم فوتبال عدالت فرا در میدان. خودشان ببینین وضعیت حامد خوب نیست و همین دلیل میخوای که از بازی خارج شوه. در جناح راست توپ رفت و بیرون. دست بازیکن خوب نیست. قرار است نوید به میدان بیه. نوید محمدی به جای حامد امیری اضافه خواهد شد. یک تعویض اجباری. حبیب الله هوتک به تنهایی پیش رفت و هواداران تیم ها را میبینین که آمدن بر تماشای مسابقه. رضایی توپ را در اختیار داره. گام های امید رجبی بلندتر از سانچی در حالت دوش وقتی دیده میشه و این کمک میکنه که بازیکن زودتر به موقعیت دلخواه خود برسه. همین چهره امید رجبی. نوید محمدی هم وارد میدان شد. تعویض اجباری که ثبت شد. حامد امیری از میدان بیرون میشه. از کنار دروازه عدالت فرا در تصویر هم میبینید در حاشیه این تصویر که بیرون شد. کنترل توپ توسط فرهاد کریمی میرسه به عبدالعلی واحدی و اشتباه عبدالعلی واحدی. بازیکنان تیم فوتبال سرخپوشان با یکدیگر یک و دو میکنن. اوت برای تیم فوتبال عدالت فرا.
تو به دست بازیکن برخورد کرد. حامد امیری که دست راست و شانه راست و آسیب دیده و سمت آمبولانس بردن بشه تا منتقل شد به شفاخانه، حتما وضعیتش گزارش خواهیم داشت در پایان بازی. امیدوارم که وضعیتش نامناسب نباشه و دوباره در بازی ها او را ببینیم. فرصت برای تیم فوتبال سرخپوشان خافی بود که امید رجبی نتونست گل بزنه. فرصت هست، فرزاد تاجک این ضربه ای که میزنه و توپی که در اختیار گلکیپر قرار گرفت، فرزاد نتونست که گل بزنه. بازیکنی که روی زمین هست و در این سمت هم 4 دقیقه وقت تلف شده اعلام میشه. لحظه برخورد ضربه آزاده که برای تیم سرخپوشان خافی است. ببینید از موقعیت چگونه استفاده میکنن سرخپوشان. این موقعیت و توپی که برگشت داده شد. سمیر نادری توپ را دور میکنه برای عبدالعلی واحدی. میفرسته در جناح راست جایی که فرهاد علیزاده هست. کنترل توپ. زکریا حسینی صاحب توپ میسازه. نصرتی را خود زکریا. توپ را از دست دادن بازیکنان تیم فوتبال عدالت فرال. ضربه ای که زده میشه این گونه و این لحظه برخورد قبلی هست. این گونه خطایی که روی فرهاد علیزاده انجام دادن. حرکت رو به پیش، فرصت دارن بازیکنان تیم فوتبال سرپوشان خافی. ضربه ای که فرزاد زد این چهره شماره 99.
آهسته آهسته نزدیک میشیم با پایان نیمه اول. شکر شکر تو بزنگو. آغاز مسابقه جذاب بود تا پس از گل و بعد از گل دیدیم که بازیکنان آرام کار دنبال کردن. خب وضعیت جوی هم فرق میکنه چون آب و هوا گرم هست. فعلا هوای کابل 26 درجه سانتیگراد هست. امید رجبی پاسی که داده برای همتیمی خود در جناح دیگر فرهاد علیزاده صاحب تو فرهاد و بدنبال گرفتن توپ. سمیرا نادری در مقابل خود خلیل نداره ولی سمیرا موفق تر. یک چرخش حالا موفق تر فرهاد علیزاده میخواد جبران کنه لحظه پیش رو و توپ را خوب ارسال نتانست. ضربه سر فرهاد البته معروف محمدی توپ رسان به امید رجبی. امید رجبی یک چرخش در میانه میدان صاحب توپ هست. پاس کوتاه دوباره امید رجبی میبره به سمت راست. حالا این فرصت و برگشت داده شد اشتباه فرستاد علی رضا و پایان بازی در نیمه اول با حساب 1-0 سود تیم فوتبال سرخپوشان خافی. نتیجه ای که شاید مد نظر سرمربی نباشن چه انتظار داشت در دقیقه 12 گلی که حبیب الله هوتک به ثمر رساند. بازیکنان میرن برخکن چند از تصویر رو ببینین. بعد از آن هم با شما خود بودیم و البته مستقیم پس از چند از تصویر وقفه خود داشتیم. با سلام مجدد و نیمه دوم بازی دو تیم فوتبال عدالت فرا و سرخپوشان خافی را گزارش میکنیم. نیمه اولی که با حساب 1-0 با گل دقیقه 12 عبدالله حبیب‌الله هوتک به نفع تیم سرخپوشان خافی دنبال شد و حالا نیمه دوم را ببینیم چگونه سپری خواهند کرد دو تیم. البته یادآور شدم که در نیمه اول یک تعویض اجباری و یک بازیکن مصدوم داشت تیم سرخپوشان. ضربه زکریا حسینی و کارنر. کارنر که شکل گرفته حالا از این کارنر عدالت فرا چگونه استفاده خواهد کرد مهم است. زکریا حسینی. زکریا میفرسته ولی برخورد. حالا حرکت امید رجبی با گام های بلندش حبیب‌الله هوتک را هم داره در موقعیت که پیش میره. خود امید رجبی توپ را از دست داد. دخالت سجاد علی خلیلی توپ را به بیرون زد. پرتاب اوت که انجام میشه با اسم محمدی هم اشتباه فرستاد برای عبدالعلی واحدی. کنترل تو به سوی سرخپوشان خافی. معروف محمدی اشتباه فرستاد توپ را. عبدالعلی واحدی صاحب توپ هست. این موقعیت توپ در سمت دیگر در کناره ها میرسه به یار سرخپوشان. چی شد؟ حبیب‌الله هوتک صورت خود را گرفته.
اگر تکرار صحنه رو ببینید چه اتفاق افتاد بهتر خواهد بود. بازیکن به بیرون منتقل میشه. حبیب هوتک تا اجازه دوباره اشرف حسین زاده بازی ادامه خواهد داشت. ضربه سر حبیب الله هوتک هم اجازه پیدا میکنه که وارد میدان شد و پرتاب اوت. پرتاب اوت که سجاد علی خلیلی انجام میده. پاس خوب داده شده برای امید رجبی با تمام قدرتش رو به پیش داره. بازیکنان همتیمی را همچنان خود بازیکن فرصت داره. ببینید چه کار میکنه سجاد علی خلیلی. راه را بسته کرد به نفع تیم فوتبال عدالت فراه. بازی متوقف میشه. خود سجاد علی خلیلی پشت تو بیستاده ضربه را خواهد زد. خطای معروف محمدی. تیم فوتبال سرخپوشان و تیم فوتبال ابو مسلم تنها باختشون به بازی برابر تیم فوتبال اتک انرژی برمیگرده. البته تیم ابو مسلم یک مساوی هم داره که برابر همین عدالت فرا 0-0 متوقف شد. سمیع الله نادری میفرسته روی دروازه. این گونه از بالای دروازه به بیرون رفت. توپ علیرضا توپ را دور کرد فرستاد سمت دیگر. حالا بازیکنان تیم فوتبال سرخپوشان با علیرضا پیشتر آمدن. خود علیرضا کوتاه کار میکنه. باسم علیرضا حبیب الله هوتک اشتباهی که انجام شد تو به بیرون رفت. گلکیپر صاحب توپ هست مجبور میشه با بیرون بزنه. حبیب الله هوتک خود صاحب توپ کوتاه کار میکنه با علیرضا. سمت چپ میدان هم هست بازیکنان سرخپوشان خافی. موفق تر خلیل حالا پاس داد توپ را. حبیب الله هوتک بلند روی دروازه. نوید محمدی نوید صاحب توپ هست. پاس کوتاه برای باعث. این ضربه باعث ستاره های تیم فوتبال اتک را هم میبینین که تقریبا 6 بازیکن آمدن به تماشای مسابقه. یار محمد زکرخیل هم روی سکو بود. گلکیپر توپ را نمیتونه در دست بگیره و پرتاب اوت به نفع تیم فوتبال سرخپوشان. معترض هست کمک مربی تیم فوتبال همین چهره کمک مربی تیم فوتبال عدالت فرا و پرتاب اوت نه ضربه آزاده که گرفته شده. حبیب هوتک نتانه صبح را بگیره. زکریا حسینی سمت راست.
حرکت نوید محمدی. حبیب رحم دارن برای حبیب هوتک و این گل به خودی، گل به خودی، دخالت حبیب هوتک و شماره 3 امید نصرتی گل به خودی میزنه. نتیجه برای سرخپوشان میشه 2-0. ببینین ارسال این گونه کنترل و خود امید نصرتی گل زد. امید رجبی، این ضربه ای که امید رجبی میزنه خوب نیست. در بین حلقه وسط میدان یک شعر تصویرش همکاران برنامه‌اش گذاشتن، ولی فکر کنم چیز جدی نیست، یا بازوبند کاپیتان هست فکر میکنم، درست فهمیده نمیشه. ولی آفساید، ستاره های عدالت فرا، پاس کوتاه برای ذکری حسینی، حرکت ذکری حسینی به خوبی پیش میره، توپ از دست داد فرزاد، پاس میده برای همتیمی و آفساید، آفساید فرهاد گرفته میشه از سوی سید ننگلای سادات. این تصویر گرچه درست فهمیده نمیشه اما مشکوک به آفساید بود. فرهاد کریمی، فرزادم رو توپ را گرفت، حالا خلیل تاجک از سمت چپ حرکت میکنه، پاس میده برای همتیمی خود فرهاد. علیرضا رحیمی پشت سر با حریف و همتیمی خود نوید محمدی مقابل خود با اسرا داره. دوباره نوید محمدی برای خود فضا سازی میکنه، میفرسته در موقعیت کسی نیست استفاده کنه و توپ در اختیار گلکیپر نه این بار اگزای قرار گرفت. این سومین گل است که نعیم بارکزای در این فصل از رقابت ها دریافت میکنه از حریفان. پرتاب اوت برای تیم فوتبال سرخپوشان خافی. عبدالله اسم محمدی پرتاب اوت را انجام خواهد داد برای امید رجبی، ولی دوباره نمیگذاره خلیلی که توپ پیشتر بره و نوید صاحب توپ شوه. فراهی هایی که آمده بر تماشای مسابقه، امید رجبی داره در کنار خود نوید رو، ولی پرتاب اوت. امید رجبی به خوبی توپ رو کنترل میکنه، خودش یک چرخش
پاسداد برای فرزاد ولی بازیکن عدالت فراز راه رسید. حبیب هوتک. توپ را میخواست عبور بده ولی برخورد کرد به داور. علی رضا بازیکن شماره 6 از تیم سرخپوشان و حالا در کنار چپ خلیل فرستاده برای فرهاد، رو به پیش حرکت میکنه اما موفق‌تر ستاره حریف بود ولی حالا فرهاد حالا خطا گرفته میشه. البته لحظات پیش پرتاب اوت گرفته شده برای تیم فوتبال عدالت فرا بلند. این هم نمایی که نشان از وزیدن باد بود. باز هم فرهاد از جناح چپ. امید رجبی که پاس رو در کنارها حالا سمت راست اضافه میشه. نوید محمدی، ارسال نوید، خوب موقعیت فرستاده بود. فرهاد حالا صاحب توپ میشه. زاویه بسته است. شوت خواهد زد یا خیر که حالا قاسم شریفی پاس میده برای محمد مقدم. قاهر توپ رو میرسانه به گلکیپر. سمت چپ با سم فرهاد. توپی که نمیرسه به حبیب الله هوتک. حالا حبیب هوتک صاحب توپ خوب فرستاده برای فرهاد و مانع حرکت فرهاد میشه اما داور اعتقاد به خطا نداره. ضربه بلند. توپی که میرسه به حمید امیری. این لحظه حرکت که قاسم شریفی برخورد داشت. پاس نوید برای حبیب، دو برای خود نوید. پاس هم جناح چپ. علی رضا صاحب توپ. بلند روی دروازه و این ضربه ای که از بالای دروازه به بیرون رفت. علی رضا میخواد توپ را عبور بده، راه بسته بود. حالا توپ میرسه به نوید. در میان بازیکنان و فرزاد توپ را از دست داد. زکریا حسینی پاس میده برای سمیولا نادری. برای پرتاب اوت برای سرخپوشان خافی. Şakur!
خلیلی پرتاب اوت رو انجام میده. خطای علیرضا رحیم میگرفتمش. ها ضربه آزاد بلند وایس محمدی توپ را به بیرون زد. سازماندهی از جناح چپ میدان برای سرخپوشان خافی. خلیل بلند میکنه توپ را و جایی میفرسته که گلکیپر صاحب توپ میشه. در میانه میدان باز در جناح چپ میرسه به سجاد علی خلیلی. فرصتی که از دست رفت برای عدالت فرا. پرتاب اوت. پرتاب اوت برای تیم فوتبال سرخپوشان. دقیقه 12 حبیب الله هوتک و پس از آن هم گل به خودی در دقیقه 54. بازیکن سرخپوشان خافی با علیرضا واسم نوید میبرن به جناح چپ. امید رجبی رفته به نوک خط حمله خلاف اردو خلاف واجه های قبلی که داشتیم. این موقعیت رو به امید رجبی نرسید و در جایگاه خوبی قرار گرفته بود. مانع حرکت شد سجاد علی خلیلی. ببینین برای هم تیم خطب را فرستاد. حالا فرستاد میشه بلند. فرهاد علیزاده میخواد کنترل کنه تو برای این کارم کرد. رضایی برمیگردن اما سمیلا نادری تو برای جایی فرستاد که عبدالعلی واحدی بود ولی ضربه سره. معروف محمدی فرصت را از حریف گرفت. ببینیم از ضربه آزاد چگونه استفاده میکنه یاران عدالت فرا. این گونه توپ در اختیار گلکیپر قرار گرفت.
با امید رجبی شروع میکنه. مسلط است. همچنان صاحب توپ میفرسته برای حبیب الله هوتک. از دست داد او. نوید محمدی فرستاد برای حبیب الله هوتک. سمیع الله نادری دو تغییر هم در راه است برای تیم فوتبال سرخپوشان کافی. مسعود آزادانی و آرش احمدی در حال ورود هستن به میدان. آرش به جای امید رجبی به میدان خواهد آمد. امید نصرتی توپ را دور میکنه. سنده گل دوم برای سرخپوشان که گل به خودی زد. مسعود آزادانی شماره 30 به میدان خواهد آمد. فکر میکنم با حبیب الله هوتک باید تبدیل شده. بله مسعود آزادانی قرار است که به میدان بیاد. نمیدونم جای شماره 6 می یا جای شماره 9. فرصت هست برای عدالت فرا ولی توپی که دور شد. این موقعیت و توپی که به بیرون رفت تو کارنر. تعویض باید انجام شد. 9 و 19 تبدیل میشه. قرار سارش به جای حبیب الله هوتک پیه و همچنان امید رجبی هم از بازی خارج میشه و مسعود آزادانی به میدان اضافه میشه. گل بریک هست در این لحظات و بازیکنان آب خواهند خورد بعد از آماده بشن برای بازی. 30 ثانیه. لحظه گل دوم را مشاهده کردین. حالا برگردیم به ادامه بازی. دقیقه 72 بازیکن از عدالت فراه رفته برای ارسال کارنر. زمینی بفرسته. ضربه دروازه. حرکت هست برای تیم فوتباله
سرپوشان خافی با آرش. تو بر از دست نمیده آرش. فرزاد هم مجبور میشه پشت سر با همتیمی کار کنه. علیرضا رحیمی خودش پیش رفته. این ضربه ی علیرضا لحظه برخورد رو ببینین. این گونه مسعود آزادانی میخواست عبور کنه ولی برخورد کرد با زکریا حسینی. نادری صاحب توپ و توپ را از دست داد. فرزاد میبره به سمت چپ. نوید زاوی کار خدا چنج کرد رفته به سمت چپ چون امید رجبی بیرون شد و در سمت راست هم فرهاد عادل فرهاد علیزاده بازی خواهد کرد. سمیالا نادری احساس نارامی میکنه به همین دلیل روی زمین نشسته و باید به وضعیت رسیدگی شد. تعویض های دیگر هم انجام میشه و سجاد محمدی به میدان میه به جای نوید محمدی. نوید محمدی که پیشتر آمده بود و همچنان سمیر میرزایی به جای عبدالقاهر به میدان میه. حرکتی که انجام میشه رو به پیش سمت چپ میدان یکم عقب‌تر باز هم کم بیاین سمت عقب تا بتانن که بیشتر موقعیت سازی کنن. سمت راست فرهاد علیزاده حرکت رو به پیش که انجام میده. فرهاد این ضربه ای فرهاد علیزاده What?
این ضربه مسعود آزادانی پای چپه که مستقیم شلیک شد به سمت دروازه، اما برگشت یافت. خطا. دکتر باید بر وضعیت بازیکن رسیدگی کنه. یاران عدالت فراخ توب را از دست داد. فرزاد صاحب توب هست ولی از دست دادن، حالا دوباره برگشت. بازیکنان تیم فوتباله عدالت فراخ جناح راست. بازی بعدی امروز هم سرسبی یاشلر و میوند خواهند بود که ساعت 3:45 آغاز خواهد شد. فردا از هفته نهم دو بازی است که خراسان میزبان موج ساحل هست و اینو مینه هم برابر تیم اتک انرژی و میدان خواهد رفت. نصرتی از بازی گرفته میشه به جای او، شماره 20 با بازی میه. حفیظ عبداللهی به سمت راست اضافه شد. وسایش باد بیشتر و بیشتر میشه، حتی هوای کابل هم در حال ابری شدن هست. فرزاد از عدالت فراش سمیلا نادری هم بیرون خواهد شد چون نمیتونه با بازی ادامه بده، گرچه همین لحظه با درد بازی میکنه. همین بازیکنی که توپ پیش پایش است و قرار است جای او شماره 19 با بازی بیاید. بله، شماره 19 فریدون سعیدی به ترکیب اضافه میشه و شماره 11 از بازی گرفته میشه. فرهاد علیزاده پرتاب اوت رو میگیره. واگذار میکنه پرتاب اوت رو برای باعث. و حالا پرتاب اوت برای تیم فوتباله. عدالت فرا. توپ که از اوت خارج شد، از خط خارج شد. سوپسینه جالب داشت سرمربی تیم فوتبال سرپوشان خافی. سجاد علی خلیلی پشت توپ قرار میگیره. 83 دقیقه از بازی سپری شده، نتیجه 2-0 به سود سرخپوشان خافی. دقیقه 12 حبیب الله هوتک و دقیقه 54 هم امید نصرتی گل به خودی زد. این فرصت ضربه فریدون سعیدی که به آسمان زد. Oh,
مسعود مسعود دور بگی مسعود با بله هر دستی شو باعث با گل کیپر کار میکنه یعنی میدان جایی که آرش هست توپ از دست دارش حالا فریدون و سعیدی برمیگردن به سمت دروازه سرخ پوشان خافی کوتاه کار میکنه تکل به موقع نبود محمد مقدم یک گام پیشتر پاس میده به زکریا حسینی بازیکن خوش فرمی هست زکریا حسینی همچنان صاحب توپ زکریا پاس داده به همتیمی فرصت هست و توپی که این گونه اشتباهن به بازیکن عدالت فرا میرسه این دربه و با خوش شانسی که توپ از بیرون دروازه به بیرون رفت با خوش شانسی یاران سرخ پوشان بینید این لحظه را که اشتباهن توپ را به یار حریف رساندن و ضربه ای که زده شده از کنار دروازه به بیرون رفت حالا کورنر شکل گرفته چگونه ارسال خواهد شد زکریا حسینی فرستاده و توپی که برگشت میخوره ضربه خطرناک حفیظ عبداللهی اکبرگی از راه رسید شوت زد ببینین این گونه توپ با ضربه سر دور شد و یک بارگی ضربه ای که زده شد این گونه توپ را دور کردن همچنان توپ در هوا و حالا زمینی میشه کار همه بازیکنان تیم خود را میخواه سربربی که بیان با میدان حریف این کار به این معنی است که باید بتونن تلای آفساید داشته باشن حرکت از جناح چپ برای تیم سرخپوشان خافی سکتی ها در تلاش کنترل توپ ضربه بلند و سمت دروازه سرخپوشان خافی عبدالعلی واحدی به توپ میرسه سمت راست چه کار خواهد کرد از موقعیت استفاده میتونه یا خیر خطا پنالتی به نفع تیم عدالت فرا در چه موقعیت پنالتی گرفته میشه ببینین توپ رسید از راه و فرزاد و یک بازیکن دیگر برخورد کردن با بازیکن عدالت فرا و شد پنالتی حالا سجادعلی خلیلی اومده که پنالتی را بزنه از این زاویه هم ببینین فرزاد و خلیل رسیدن به همین دلیل پنالتی گرفته شد روی فرهاد البته روی مقدم سجادعلی خلیلی میخواه که پنالتی رو بزنه این ضربه ای که زده میشه گل برای عدالت فرا نتیجه میشه 2-1 فهمیده میشد که
بزاوی سمت چپ میدانم. کار سخت شد برای تیم فوتبال سرخپوشان در امر پیروزی در این دیدار. خب از موقعیت ها که استفاده نکنی همین گونه کار سخت میشه. حالا فرصت هست برای فرهاد. فرهاد ضربه ای که میزنه زمینی و بد بود، خیلی راحت میتونست که از این ضربه استفاده کنه. ببینیم این فرصت را فرهاد چگونه به هدر داد. داور دست به جیب میشه و کی کارت زرد خواهد داد؟ برای علیرضا رحیمی کارت زرد به شماره 6 تیم فوتبال سرپوشان خافی. علیرضا رحیمی که کارت زرد شب میشه. ضربه آزاد، موقعیت برای ستاره های تیم عدالت فرا برای بازگشت. تو میرسه به گلکیپر، حالا به دنبال وقت تلف کردن هست. حمید امیری، 5 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه دوم اعلام میشه. پرتاب اوت را فرهاد انجام خواهد داد، برای البته باعث انجام میده پرتاب اوت را. بالا بالا شکر، نزدیک نزدیک زکریا، زکریا بچسب زود استان نشو. پرتاب اوت میرسه به ما آزادانی، حالا به بیرون رفت. شکر تو باول، شکر تو باول، بالا بالا بالا، نهی من نهی هنی 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 بخواد هنی. مرتضی رضایی صاحب تو برای زکریا حسینی. توپ رو بلند کردن و سمت دروازه حریف، ضربه سر. علیرضا نتونست که توپ رو بفرسته. حالا برخورد دو بازیکن همتیمی، پاس میرسه و آرش داره در سمت چپ همتیمی خود را. این ضربه بلند و توپی که گلکیپر جمع کرد. به موقع بود تکل باعث و پرتاب اوت هم برای تیم فوتبال سرخپوشان خافی گرفته میشه. ضربه سر دیگر و پرتاب اوت دیگر. نزدیک نزدیک، بیا با تو، بیا با تو، با بطو. این ضربه بلند به جناح چپ میدان. کنترل تو، فرصت هست برای یاران سرخپوشان در عرض. این ضربه ای که زده بشه، حالا خطا نه، همچنان کار باید ادامه پیدا کنه. نیمکت تیم فوتبال سرخپوشان خافی هم معترض بودن به تصمیم داوری. بلند اما بد جایی فرستاده شد. فرهاد میفرسته برای مسعود آزادانی، بازیکن است که شنب گلزنی فوق‌العاده داره این بازیکن. مسعود آزادانی ولی ضربه زمینی او خوب نبود. نیمکت ذخیره های تیم فوتبال
سرخپوشان یک لحظه دیدین باعث به دنبال رسیدن به توپ ضربه سر که زده میشه و اوت بر رفع سرخپوشان. پرتاب اوت. برای تیم عدالت فراخ این نبای فوق العاده دیدنیه که تصویرش رو مشاهده کردیم. گفتم در حال ابری شدن هست کابل. سمت چپ هم حرکتی هست برای تیم سرخپوشان خافی، همچنان فشارشون رو بیشتر میکنه روی دروازه حریف. حرکت رو به پیش سجاد. ذکر حسین روی زمین هست. یالا مفی مرتضی، ای مرتضی، شکور شکور مرتضی، یالا مفی بالا 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 شکور. ذکر حسینی هم آماده میشه برای بازگشت. حفیظ عبداللهی توپ را بلند در سمت راست برای عبدالعلی واحدی. هنوز توپ آرام نشده در روی زمین. آخرین ثانیه های بازی و منتظر ویسل پایان مسابقه باید باشیم در این لحظات. وقتی طرف شدن با پرس، بله، پیروزی 2-0 تیم 2-1 تیم فوتبال سرخپوشان خافی در مساف تیم عدالت فرا. تیم فوتبال عدالت فرا در دقیقه 88 توسط سجاد علی خلیلی به گل رسید. نتیجه بزرگی است برای یاران سرخپوشان میدان. خیلی تشکر از همراهیتان که بازی را دنبال کردین. در بازی امروز خب بازی پرافتخیز بود. انتظار می رفت که دو تیم بازی نزدیک داشته باشن که این کار شد، اما انتظار نتیجه بیشتر می رفت.